میکنم به یاری و در حقیقت با حضور یک پژوهشگر تاریخ، یک پژوهشگر بزرگ تاریخ، آقای محمد امینی. ما در برنامه هفته گذشته پرداختیم به برخی از ریشه های کودتای سوم اسفند 1299. این هفته هم به بخش های دیگری از این ماجرا خواهیم پرداخت. اما در ابتدای این گفتگو باید اشاره کنم که امروز 20 اسفند سالگرد ترور شادروان احمد کسروی در کاخ دادگستری ایران به دست فدائیان اسلام است. 69 سال گذشت. میخوام از آقای امینی که یکی از کسروی شناسان عصر ماست، درباره کسروی و کارهای کسروی، ایشون نوشته های بسیار منتشر کردند و بارها در رادیو تلویزیون ها درباره این شخصیت ایرانی از جمله با خود من بارها گفتگو داشتند. حالا میخواستم ازشون خواهش کنم که مختصری از چگونگی قتل کسروی رو بیان بکنند. آقای امینی درود بر شما. درود بر همیهنان گرامی و بینندگان ارجمند برنامه های ما در تلویزیون اندیشه. آقای امینی حال احوال خوبه؟ به سپاسگزار هستم. همیشه وقتی به خصوص با شما صحبت میکنم و میبینم شما رو، حالا من تو اگرم بد باشه بهتر میشه. خیلی ممنون ازتون. آقای امینی بفرمید که ماجرای قتل کسروی چگونه اتفاق افتاد؟ البته همان گونه که عرض کردم به اختصار که به بقیه مطالب هم برسیم. احمد کسروی از میانه دهه دوم سال، یعنی دهه سده 1300، از حدود سال 1311-12 به این سوی، با اینکه خود یک پیشینه ملایی داشت و درس دینی خوانده بود و از بسیاری از آخوندها هم بیشتر با مسائل مذهبی آشنا بود، به سوی اصلاح طلبی دینی رویاور شد و نوشتارهای از او در روزنامه ها و مجله های اون زمان و از جمله در آنچه خود او منتشر می کرد درج شد در نقد به خرافات دینی و از خرافات دینی هم آغاز کرد و در نقد به خرافات دینی نخست کوشید که به گفته خودش اسلام را از این خرافات پالایش بده و سپس پس از شهریور 1320 شمشیر قلم را از رو بست و به راستی با آخوندها و اندیشه های چیره بر جامعه در افتاد. کتابی نوشت پیرامون اسلام و سپس کتابی به نام شیعیگری، و این کتاب شیعیگری او البته سالیانی پس از آن است که احمد کسروی که پیشتر یک قاضی دادگستری بود و در کار قضاوت و کار دادگستری کارهای بسیار ارزشمندی انجام داده بود و همچنین در زمینه پژوهشی کارهای بسیار بسیار ارزشمندی از او به جای مانده بود که بیشتر ایرانیان با کار تاریخ مشروطه او آشنا هستند و بسیاری از کارهای دیگر او هم در زمینه تاریخ ایران، فرهنگ ایران بسیار ماندگار و ماندنی است، به نقد به ارزش‌های خرافی پرداخت و در انتشار کتاب شیعیگری، البته این پیکره‌ای که می‌بینید، اون شخصیتی که در وسط قرار داره با کلاه پهلوی، زنده یاد احمد کسروی، در دورانی است که در عدلیه اون زمان یا دادگستری کار می‌کرد و نخستین، یکی از نخستین مدعی العموم های تهران بود یا در واقع دادستان تهران بود و 10 سال هم در عدلیه کار کرد و زمینه کار خودش رو در عدلیه، در کتابی به نام 10 سال در عدلیه و چرا از عدلیه بیرون آمدن، در 2 کتاب منتشر ساخت که بسیار بسیار ارزشمند هست. کسروی در انتشار کتاب شیعیگری به نقد ارزش‌های واپسمانده دینی پرداخت. این هم پیکره دیگری است از کسروی هنگامی که به عنوان بازرس دادگستری به قوچان رفته بود و رخت راحتی در واقع در این سفر پوشیده. با انتشار کتاب شیعیگری، فغان روحانیان آن زمان
به راستی به آسمان رسید و حتی برخی از دولتیان هم به او میتوفیدند و نقد میکردند که با باورهای دینی مردم در افتاده. و خب به راستی هم همونجور که من کتاب شیگری احمد کسروی رو بازبینی و بازرسی و بازسازی در واقع حتی کردم و به اونها افسودم، در اون کتاب به نقد بسیار بسیار تندی از برخی از ارزش‌ها و باورهای چیره بر شیعیان می‌پردازیم. در این دوران یک طلبه‌ای به نام نواب صفوی، که البته اسم حقیقی او نواب صفوی نبوده و اسمش رو عوض کرده بود، میرلوهی، بله میرلوهی بوده فامیلیش، بله مشتبه میرلوهی، که به نام نواب صفوی از یک سفر 6 ماهه 7 ماهه از نجف بازگشته بود و یک آخوند بسیار تند و تیز و آتشینی بود، سخنانی علیه کسروی بر زبان راند و میگویند که فتواهایی از روحانیان قوم در دست داشت برای کشتن روحانیان نجف در دست داشت برای کشتن کسروی، ولی شواهد این نیست. شواهد این است که به تحریک برخی از روحانیان تهران، آخوندهای نسبتاً درجه دوم سوم تهران دست به این کار زد. یکی از کسانی که الان همین پیکره است از نواب صفوی، هنگامی که پس از 28 مرداد از یک سفر مورد پشتیبانی دولت پس از 28 مرداد به اردن و فلسطین و مصر با استقبال نظامیان به تهران بازگشته، او به تشویق یک آخوندی به نام طالقانی، نه طالقانی که میشناسیم، ولی یکی از پیشنمازهای یکی از مسجدهای بزرگ تهران، بله همین شخصیتی که پیکرش اینجا هست، اسلحه‌ای میخره و در اردیبهشت سال 1324 با کسروی گلاویز میشه و به او تیر میزنه از پشت، ولی مامورین شهربانی در واقع دخالت میکنند و کسروی کشته نمیشود در این ماجرات. مدتی بیمارستان بوده ولی شهربانی به این شکایت رسیدگی جدی نمیکنه و ضاربان آزاد میشن، یعنی نواب صفوی و دیگران آزاد میشن. در اینجا عکسی که میبینید نواب صفوی با کشنده آینده کسروی یعنی حسین امامی است. اینها سه برادر بودند امامی ها که پس از اینکه نواب صفوی در کشتن کسروی ناموفق شد ولی نامی بر زبانها جاری شد درباره او، گروهی درست کرد به نام فدایان اسلام که این برادران امامی و به ویژه همین حسن و حسین امامی به ویژه، اینها جزو پایه‌گذاران این تشکیلات بودند. اندکی پس از اون، یعنی در واقع این همین پیکره حسین امامی است، امامی و 10 نفر دیگر از فدایان اسلام به کاخ دادگستری رفتند در اسفند سال 1324 در روز 20 اسفند، هنگامی کسروی در حال پاسخ دادن به پرسش‌های بازپرس در کاخ دادگستری بود، لو داده بودن دی این موضوع رو، از جمله پدر بازپرس که خود او سمپاتی‌هایی به فدایان اسلام داشت آگاهی یافته بود و محل بازپرسی رو لو داده بود، به داخل کاخ دادگستری رفتند و زنده یاد احمد کسروی و منشی وفادار او حدادپور رو با ضربات چاقو و سلاح گرم کشتند. این پیکره دردناکی که میبینی جنازه چاقو خورده و پرپر شده زنده یاد احمد کسروی، یکی از درخشانترین پژوهشگران و نویسندگان تاریخ معاصر ایران است که در سن 55 سالگی همراه با منشی وفادارش در کاخ دادگستری 69 سال پیش کشته شد و تا به امروز هم بسیاری از کسانی که خودشون رو اصلاح طلب میخوانند، روشنفکر دینی میخوانند، خودشون رو جدا شده از این نوع رفتارها و فتواها میدانند، هنوز کشتن کسروی رو محکوم نکردند و نگفتند که کشتن یک انسان به دلیل باورهای دینی یا غیر دینی او یک امر جنایی است، جنایت است و نه یک رفتار سیاسی. آقای امینی، در همون زمان دولتیان محکوم کردند این جنایت رو؟
نه تنها دولتیان محکوم نکردن، غیر دولتیان هم محکوم نکردن. یعنی یک نوع سکوت بسیار بسیار دردناکی بر جامعه چیره شد. بیشتر نویسندگان اون زمان سکوت کردند، حتی در نخستین کنگره نویسندگان ایران که 6 ماه پس از کشته شدن کسروی برگزار شد، نه تنها اشاره به کسروی نشد، حتی دقیقه سکوت هم درباره مرگ او اعلام نکردند. شاید نخستین بار که کسی آشکارا به کشته شدن احمد کسروی اشاره کرد سعید نفیسی بود که 10 سال پس از کشته شدن او در سال 1334 نوشتاری در ستایش از او بیرون داد. البته اینجا و اونجا در برخی از روزنامه های حزب توده هم گزارش هایی منتشر شد، ولی این گزارش ها بسیار محدود بود. حتی دولتی ها، یعنی یکی از وزیران کابینه در اون هنگام هجیر، در جلسه کابینه قوام السلطنه گفته بود که چون کسروی از دین برگشته بوده او محدور و دم می باشد و کشته شدن او قتل به شمار نمی آید و پادرمیانی می کنه برای آزادی کشندگان کسروی. و سرانجام همین هجیر 4 سال پس از اون به دست یکی از همین کشندگان، یعنی به دست همین امامی، در مسجد کشته می شود. به دست حسین امامی؟ بله. خیلی ممنون آقای امینی. شما روز 8 مارس، روز جهانی زن که هفته گذشته بود، یک شنبه گذشته بود در شهر دیویس نزدیک ساکرامنتو، خود ساکرامنتو، در شهر ساکرامنتو بود، کوچکی نزدیک به نام کارمایکل نزدیک سان فرانسیسکو بود، دیویس نبود. سخنرانی کردین درباره چالش تاریخی زنان ایران برای دستیابی به حقوق خودشون و آزادی پوشش. بفرمایید که سابقه این 8 مارس، روز جهانی زن، در ایران چه بوده و نخستین گرد همایی به این مناسبت کی برگزار شده؟ نخستین گرد همایی در به مناسبت 8 مارس در شهر رشت در سال 1300 برگزار شد به ابتکار یک گروه زنان به رهبری خانمی به نام نودوست که او رهبری میکردیم راهپیمایی رو. بسیاری از دانش آموزان دختر و خانمهای باشنده رشت در این راهپیمایی شرکت کردند. بنابراین ما 93 سال پیش نخستین بار روز جهانی زن رو در ایران ارج نهادیم و پیشینه بسیار کهنی نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر جهان داریم در زمینه ارج نهادن به این روز بسیار بسیار خجسته در تاریخ بشر. آقای امینی، نامه ها و ایمیل هایی که برای، یعنی درباره برنامه های شما میرسه بسیار است. من 2 تا از اونها رو انتخاب کردم از میان چندین ایمیل. یکیش از تهران آقای احمدی. گفتن که با درود فراوان به شما آقای امینی، همچنین به دوست گرامیتان آقای مهری، من احمدی هستم از تهران. ممنون میشم در مورد جریان قوام السلطنه و شوروی صحبت کنید. آقای حمید شوکت در کتاب خودشون می نویسند اولتیماتوم ترومن دروغ است و سندی در این زمینه وجود نداره. از شما خواستن اگر سندی هست بفرمایید. من فرصت چندانی ندارم چون امروز می‌خوایم به بحث سوم اسفند پردازیم، ولی آقای شوکت دست کم میباید خاطرات آقای ترومن رئیس جمهور آمریکا رو میخوندن. این ماجرای اولتیماتوم در زندگی نامه ترومن آمده، یعنی شاید آقای شوکت آگاهی‌های بیشتری از آقای ترومن نسبت به روابط میان آمریکا و شوروی اون زمان داشتن، ولی این رو خود ترومن در واقع گفته که من تهدید کردم و آدمی رو فرستادم و به اونها گفتم که ما اگر شما از ایران خارج نشوید مداخله نظامی خواهیم کرد. البته برخی از پژوهشگران گفتن که این ادعای ترومن خود ستایانه است و به این صورت نبوده، ولی روی هم رفته باید گفت که اسناد درباره این موضوع بیشتر از
در تایید این موضوع بیشتر از اون مواردی است که کسانی این رو کتمان کردن، ولی اینکه گفته شود سندی در این باره نیست، شاید بهتر می بود که یک نویسنده بگوید که من سندی در این باره ندیدم، که خب بهتر می بود، چون اون وقت می گفتن که خب شما ندیدید ولی هست، ولی ایشون با قاطعیت گفتن که سندی در این باره نیست و اصلا دروغ هست. فکر می کنم این رفتار پژوهشگرانه نیست. ایشون چند تا پژوهش دیگه هم کردن نه؟ اجازه بدید که در یه برنامه دیگه ای به این پژوهش ها بپردازیم و امروز شما بنده رو تحریک به بحث در این باره نکنید. آقای امینی، یک ایمیل هم رسیده برای من از آقای امید حمزه‌پور. گفتن از زمانی که فتنه داعش به صورت یک جریان سازماندهی شده در منطقه ما به ظهور رسیده است، بحث های تلویزیونی شما، منظورشون آقای امینی است، به ویژه مباحثی که محقق ارجمند آقای دکتر محمد امینی مطرح نمودند رو دنبال میکنم. اگر این پدیده را خطرناک ارزیابی کنیم که چنین نیز هست، با چه شیوه های میتوان با آن مقابله کرد؟ البته ایمیل ایشون طولانیه و من یک عبارت پایانیش رو میخونم و آن این است که میگن با توجه به جغرافیای سیاسی منطقه، سفارایی های جدیدی در ارتباط با این جریان در منطقه شکل خواهد گرفت که تا سالیان دراز سامان برانداز خواهد بود. همان گونه که تا کنون دیده ایم، جغرافیای سیاسی کشورها رفته رفته دارد تغییر می کند و تقسیم جهان به مناطق نفوذ قدرت های جهانی هنوز به صورت مسالمت آمیز در شرف وقوع است. خب البته این ارزیابی پایانیشون رو من آگاه نیستم که چه دیدگاهی در این باره دارند. آنچه که درباره داعش میتوان گفت، داعش صورت وهابی و اهل سنت حکومت جمهوری اسلامی است. هیچ تفاوت بنیادی این دو پدیده با هم ندارند، یعنی ولایت و خلافت در روی یک سکه هستند. جمهوری اسلامی آغاز زندگی خودش رو با براندازی حکومت‌های کشورهای دیگر و صدور انقلاب و کشتن مخالفان، اعدام کسانی که با این حکومت حتی سر جنگ نداشتن ولی مخالف بودن آغاز کرد و دشمنی دینی رو در ایران و خاورمیانه دامن زد و هم امروز هم بر منبرها، در سخنرانیها، در تلویزیون، در رادیو، برداشتی که از برداشت خودشون درباره اسلام میدهند این است که این برداشت ناب محمدی است و دیگران در واقع برگشته از دین هستند. در عراق دولت جمهوری اسلامی از حکومت شیعی عراق در پاکسازی حکومت از اهل سنت در انتقام با دوران صدام حسین پشتیبانی کرد. در لبنان از حزب الله در مقابل حکومت سکولار لبنان پشتیبانی کرد و امروز در یمن از یک حکومت تندروی شیعی مذهب چهار امامی در واقع زیدی مذهب، بله، از اونها پشتیبانی میکنه و هم اکنون در خود ایران هم نسبت به هممیهنان اهل سنت ما ستم روا میداره. امام جمعه شیعی مذهب برای سنندج برگزید، در برابر مردم اهل سنت بلوچستان دشواری های بسیار بسیار بنیادی ایجاد کرد و تشویق کرد در واقع به یه معنا تندروهای دشمن ایران رو، کسانی که مانند جندالله با کارهای تروریستی در سودای جدا کردن بلوچستان بودند. داعش یک واکنش خونریزانه نسبت به گسترش حکومت شیعی در دنیاست و در دنیای اسلامی است و با پشتیبانی عربستان و گروه‌های تندروی کشورهای خلیج فارس در واقع تأمین می‌شود و بزرگترین سد در برابر داعش پایان دادن به دشمنی‌های دینی است که جمهوری اسلامی یکی از عوامل بسیار مهم آن است، در حالی که امروز برخی شادمان هستند از اینکه نیروهای سپاه قدس و میلیشیای
چریکای شیعی با ارتش عراق که اساسا یک ارتش شیعی است در چیرگی بر تکریت که یک شهر اهل سنت هست، سنی نشین هست، درگیر هستند، شریک هستند و فکر میکنند دیر یا زود موصل رو هم آزاد خواهند کرد، در حالی که اگر جنگ مذهبی در منطقه خاورمیانه پایان نگیرد، ما به جنگ های میان داعش و حکومت های مانند جمهوری اسلامی و گروه های دیگر همچنان با اونها روبرو خواهیم بود و روی خوش نخواهیم دید. در تاریخ ایران هم جنگ های حیدری نعمتی، جنگ های مذهبی رو همواره دولت ها و یا حاکمان برای چیرگی بر زندگی مردم به راه انداختند و از باورهای بسیار واپسمانده مردم بهره گرفتند. و فراموش نکنیم که اصلا چیرگی به ضرب شمشیر قزلباش در ایران و کشتن بسیاری از بزرگان اهل سنت گسترش پیدا کرد. زمان آن رسیده که ایران دارای کشوری باشد که این کشور گسترنده دشمنی های دینی نباشد و بر پایه اصول و قوانین و رفتار سکولار و انسانی و صلح با همسایگان زندگی بکند. پایان داعش هم از این راه خواهد بود، نه از راه تنها بمباران هوایی ایالات متحده آمریکا و غربی ها و دخالت نظامی نیروهای هوادار ایران. هر چند که ممکن است در کوتاه مدت شاید هم موفقیت هایی به دست بیاورند، ولی دشمنی مذهبی از راه جنگ به پایان نخواهد رسید و بیشتر و بیشتر دامن زده خواهد شد. ممنونم آقای امینی. خودتون نامه ای چیزی؟ بله، یک نامه ای از دوستی آمده و اجازه بدید که به نام ایشان اشاره نمی کنم، تنها با نام خانوادگی وسوق از ایشون یاد می کنم. نامه ای فرستادن در ارتباط با آنچه که هفته پیش من اصرار کردم. من عکسی رو که ایشان فرستادن که عکس پدر بزرگشون هست برای کارگردان برنامه فرستادم، خانم غزاله، و امیدوارم بله این عکس رو پیکره رو الان گذاشتن روی صحنه تلویزیون. ایشان در نامه‌ای که نوشتند اشاره می‌کنند که در این عکس که پدر بزرگ ایشان همراه با یکی از روحانیان برجسته اون زمان طباطبایی، نه سید محمد طباطبایی، طباطبایی دیگری، همراه با دیگران دیده می‌شوند، در پشت عکس در یکی از اون چهره‌های نظامی که در این عکس وجود دارد، در این پیکره وجود دارد، سردار سپه به چشم می‌خوره. البته در اون هنگام سردار سپه نبوده و گویا شخصی که در آخرین جای این پیکره ایستاده، بالاتر از همه در پشت همه ایستاده، به نظر می آید اینجور که ایشان نوشتند سید ضیاءالدین طباطبایی باشد. بنابراین ایشان می گویند که نکته‌ای که هفته پیش من اشاره کردم که نخستین دیدار سید ضیاءالدین با رضا شاه در قزوین در هنگام آمادگی برای لشکرکشی به سوی تهران بوده نادرست است. البته من میپذیرم این نکته ایشان رو، من تاریخ این پیکره رو نمیدانم، ولی تا اونجایی که من آگاهی دارم و در گزارش های تاریخی آمده، نخستین دیدار میان رضا شاه و سید ضیاء در قزوین بوده، ولی میتوان پذیرفت که دیدارهای غیر رسمی دیگری هم مانند آنچه در این پیکره به چشم میخورد پیشتر میان اونها وجود میداشته. تهران شهر خیلی بزرگی نبوده، ولی رضا شاه هم اساساً یا رضا خان اون زمان در تهران نبوده و در قزوین و پیشتر در همدان به سر میبرده. بنابراین میتوانم بپذیرم که شاید دیدار دیگری، نه دیدار رسمی، ولی بر روی یک دیدارهایی کناری روی داده، ولی نخستین دیدار جدی میان اونها اونجوری که گزارش شده و امروز هم حتما مورد گفتگوی ما خواهد بود، در قزوین درست پیش از شب پیش از آغاز حرکت قزاقان به طرف تهران است. متشکرم آقای امینی. ممکنه برای اون گروه از بینندگان ما که احتمالاً برنامه هفته پیش ما را ندیدن توضیحی در مورد زمین چینی کودتای سوم اسفند 1299 بدین؟ ببینید، تا پیش از کودتای 1299 که در واقع در فوریه سال 1921 روی داده، ایران در
تنگنای بسیار جدی به سر می برد. جنگ جهانی در 1918 به پایان رسیده بود و در 1917 در پایان سال 1917 انقلاب بلشویکی در اتحاد جماهیر شوروی روی داده بود و یکی از دو نیروی چیره بر ایران، یعنی روس و انگلیس اگر دو نیروی چیره بر ایران در 200 سال گذشته می بودند، یکی از این دو نیرو از سپهر سیاست داخلی ایران بیرون رفته بود و بریتانیا یک کتاز سیاست ایران شده بود. اما در اون دوران دست کم در دو سال نخست پس از انقلاب اکتبر میان سال 1900 پایان سال 1917 تا تقریبا پایان سال 1919 بریتانیا و چند کشور دیگر اروپایی درگیر جنگ با بلشویک‌ها در سرزمین‌های مختلف هستند، از جمله یاری رساندن به اینکه جمهوری‌هایی در قفقاز به وجود بیاید که جمهوری مساواتچی‌ها در قفقاز برجسترین و مهمترین اونها بود. کوشش می‌کردند از گسترش بلشویک‌ها جلوگیری کنند و بلشویک‌ها شکست سنگینی به قوای بریتانیا دادند، از جمله اینکه کسی که بعدها در سپهر سیاست ایران در کودتا 1299 نقش بسیار بسیار مهمی رو ایفا کرد، یک سرلشکر جوان، جوانترین سرلشکر ارتش بریتانیا به نام سر ادموند آیرونساید بود که رهبری یکی از نیروهای اصلی در جنگ با شوروی ها رو در دست داشت و شکست بسیار سنگینی خورده بود و از شوروی در واقع بیرون آمده بودند. از یک سوی بنابراین پیشروی نیروهای بلشویکی و شکست کسانی که می‌خواستن بلشویک‌ها را شکست بدهند یا محدود کنند و از سوی دیگر اختشاش داخلی ایران زمینه‌ای را فراهم کرده بود که به راستی می‌توان گفت کشور اصلا شیرازه کارش از هم گسسته بود. در گوش و کنار ایران شورش‌های در برابر دولت مرکزی به وجود آمده بود و برخی از حاکمان محلی اصلا دولت مرکزی رو به رسمیت نمی‌شناختند. انقلاب مشروطه پادشاه رو پادشاهی ناتوان کرده بود، آگاهانه، چون بنا بود که پادشاه تنها سلطنت کند و نه حکومت، ولی این پادشاه نتوانسته بود از یک پیدایش دولت توانای مشروطه پشتیبانی بکنه و درگیری های درونی، موزدگیری های برخی از سیاستمداران ایران از بیگانگان زمینه رو فراهم کرد که بریتانیا که از پروژه محاصره نظامی اتحاد جماهیر شوروی ناامید شده بود، به سودای بستن پیمان تحت الحمایگی با ایران افتاد. لورد کرزن در اون هنگام وزیر امور خارجه بریتانیا بود. او یک شخصیت بسیار اشرافی، طرفدار نظام سنتی کلونیالیسم یا استعمار گذشته بریتانیا به شمار می آمد و بزرگترین رقیب او در اون هنگام وینستون چرچیل بود که نخست وزیر جنگ بود و در هنگام کودتای 1299 وزیر مستعمرات شده بود و در هنگامی که وزیر جنگ بود او رو به عنوان یک نماینده استعمار نوین، استعمار مدرن شناسایی می‌کردند، یعنی با مدل‌های استعمار جدید می‌خواست در کشورهای مختلف نفوذ داشته باشه. شیرازه کار ایران به راستی، حکومت ایران به راستی از هم گسسته بود و کشوری بود غیر قابل فرمانروایی و در پایتخت که تهران باشه میتوان گفت که اساساً حکومتی وجود نداشت. دولت مشیرالدوله رو انگلیسی ها بسیار ناتوان کرده بودند. یکی از حربه هایی که به کار بردند برای سقوط دولت مشیرالدوله این بود که به یک باره تصمیم گرفتن حقوق چند صد هزار تومانی رو که به قزاق ها میدادند، چون قزاق ها یتیم شده بودند، دیگه دولت شوروی از قزاق ها پشتیبانی نمی کرد و انگلیسی ها از قزاق، نیروی قزاق که مهمترین نیروی نظامی ایران در کنار ژاندارمری بود، به ویژه از ژاندارمری هم تواناتر بود، انگلیسی ها از اون پشتیبانی میکردن، حقوق لازم رو به مشیرالدوله ندادن و پشت پرده از وثوق دوله دفاع میکردن برای اینکه او بتواند پیمان، البته پیش از اون، پیش از اینکه مشیرالدوله نخست وزیر بشود وثوق دوله نخست وزیر بود و بنا بود که پیمان 1919 رو در مجلسی که انتخاباتش رو آغاز کرده بود به کرسی بنشانه، ولی قرارداد 1919 به بنبست رسید و لورد کرزن هنگامی که ناامید شد از اجرای قرارداد 1919 به صدای این افتاد که از راه‌های دیگری در واقع یک دولت مقتدر رو در ایران پشتیبانی بکنه. ولی در اون هنگام اختلاف نظر خیلی اساسی در
کنگره یا پارلمان انگلستان وجود داشت و پس از جنجال بسیار طولانی و دعواهای سیاسی نمایندگان پارلمان انگلیس رأی دادند که تا بهار سال 1921 قوای انگلستان از ایران خارج بشود، یعنی در واقع در همون دورانی که درست در آستانه اندکی پس از کودتای 1299 بود. بنا بود در همین بهار 1921 قوای انگلیس از ایران خارج بشود که می شود دورانی که آغاز اسفند 1300 می باشه و بنابراین اختلاف نظر وجود می داشت میان سیاستمداران انگلیسی، میان وزارت دفاع که بعدها چرچیل حالا وزیر مستعمرات شده بود با لورد کرزن بر سر اینکه چه پروژه‌ای رو در ایران در پیش بگیرند و به این ترتیب بود که با پادرمیانی چرچیل، کسی که از پشتیبانان آیرونساید بود، آیرونساید به ایران روانه شد، راهی ایران شد و پروژه‌ای به وجود آمد که بعدها به کودتای 1299 انجامید. آقای امینی، این درسته که یک دو سال پیش از کودتا یک قحطی بزرگ در ایران رخ داد که نیمی از جمعیت رو کشت؟ ببینید، نیمی از جمعیت شاید اغراق باشه، ولی دست کم بین 25 تا 30 درصد جمعیت ایران به ویژه در بخشهای از ایران از میان رفتند و این قحطی بزرگ بخشی از اون ناشی از محاصره دریایی ایران از سوی بریتانیا بود که اجازه رساندن مواد غذایی و مواد دارویی رو به ایران نمیداد و گرفتاری هایی که در همون دوران جنگ ایجاد شده بود. زنده یاد احمد کسروی به این موضوع به درازا پرداخته، گزارش هایی که امروز از تلگراف های سفیر آمریکا در ایران و سفرهای کشورهای دیگر در دست است و در برخی از کتاب هایی که به تازگی به چاپ رسیده بازتاب یافته، گواه بر این است که این قحطی خیلی دردناکتر از اون چیزی بودی که در برخی از گزارش‌های تاریخی اون زمان آمده. البته احمد کسروی به این موضوع پرداخته و اشاره کرده. در کدام کتابش آقای امینی؟ کتابایی است که برخی از پژوهشگران ایرانی در این سال‌ها منتشر کردن. اجازه بدید که برای اینکه وارد بحث دیگری نشیم من به اونها نپردازم امروز. مرسی. آقای امینی، این درسته که علاوه بر انگلیسی ها خیلی ها در اندیشه کودتا بودن اون زمان در ایران؟ گزارش هایی که از ایران به خارج رسیده از سوی ماموران فرانسوی، انگلیسی و حتی روزنامه نگارانی که گاه به ایران آمدند و گزارش هایی میدادند و در نوشتارهای ایرانی هم بازتاب یافته، گواه بر این است که هیچ کس دیگر نمیپذیرفته در اون دوران که ایران به شکل کنونی میتواند ادامه زندگی بیابد. اجازه بدید این عبارتی رو که ملک الشعرای بهار در تاریخی که در این باره نوشته، تاریخ احزاب سیاسی، اشاره کرده بازگو کنم. میگوید فکر تغییر وضع در هر سری دور میزده است و از شاه تا شهزاده و از عالم و عامی همه دریافته بودند که با این وضع و پوشاندن لباس ملی بر اغراض فرومایه شخصی نمیتوان کار کرد و همه در صدد بودند که از طریق کودتا و جمع قوای متشتت و تمرکز آنها میتوان به سرمنظر مقصود رسید. او میگوید که ملک الشعرا در اون هنگام میگوید که او معتقده که مدرس یکی از کسانی بوده که میخواسته در ایران کودتا کنه. اسنادی هم در این باره در دست هست که تلگراف هایی به این ور اون ور زده و تشبیه کرده که یک نیروی نظامی از بختیاری ها و قشقایی ها به وجود بیایند و تهران رو بگیرند و اوضاع رو در واقع سر و سامان بدن. بهار از زبان سید ضیاءالدین بازگو میکنه که سید ضیاءالدین به او گفته که اگر من کودتا نمی کردم، مدرس کودتا می کرد و یک تن از ما رو زنده نمی گذاشت و همه ما به اصطلاح فکولی ها رو به دار می آویخت. این عبارتی است که مدرس درباره سید ضیاء درباره مدرس گفته. در اون هنگام حتی شواهدی امروز در دست است، باز به گزارش یکی از کارکنان سفارت آلمان
یکی از ایرانیان کارمند سفارت آلمان، یکی از منشیان ایرانی سفارت آلمان در خاطراتی که نوشته که کهازاده میگوید که در اون هنگام فردی که او پیشتر نمیشناخته و بعدها رضا شاه شده اندکی پیش از کودتای 1299 با او دیدار کرده و از او خواسته که پادرمیانی بکند و با قیصر آلمان تماس بگیره، یعنی با سفیر از راه سفیر آلمان در ایران با قیصر آلمان تماس بگیره و او رو تشویق بکنه که از ایرانیان برای کودتا پشتیبانی بکنه. شواهد دیگری هم در دست است که در اون دوران تب و تاب سیاسی در تهران به گونه ای بود که همه میاندیشیدند که به زودی در ایران کودتا خواهد شد. انگلیسی ها هم به این دامن میزدند، بیم و حراس فرد بسیار ترسو و زبونی مانند احمد شاه رو بهش دامن میزدند، به این معنا که میگفتند چیزی نمانده که شوروی ها در ایران کودتا بکنند و حتی به دروغ میگفتند، خبر به احمد شاه میرساندند که قوای شوروی در راه و به زودی به سوی تهران خواهد آمد و تهران رو خواهد گرفت و احمد شاه آنقدر بیم زده بوده از این موضوع که حتی به فکر کنارگیری از پادشاهی میفته. اجازه بدید گزارشی رو در اینجا از نورمن وزیر مختار انگلیس در تهران در همین زمینه برای شما بخوانم. این گزارش رو برای لورد کرزن فرستاده و این نگرانی رو در واقع بازتاب کرده و گفته که اگر قوای انگلیس از ایران خارج بشه، چون پارلمان بریتانیا رأی داده بوده، گفته که این منجر به یک کودتا یا یک انقلاب جمهوری خواهانه و روی کار آمدن یک رژیم جمهوری شورایی در ایران خواهد شد. نورمن گزارش میده که احمد شاه از شنیدن خبر تخلیه قوای انگلیس در ایران چنان بیمناک شده که ترس مال خولیایی گرفته و میگوید که بلشویسم به زودی بر ایران چیره خواهد شد و سرنوشت او مانند سرنوشت تزارهای روسیه خواهد شد. میدونید که بعد از انقلاب بلشویکی پادشاه خانواده او را اعدام کردند و احمد شاه بسیار از این بیمناک بوده و میخواسته از سلطنت استعفا بده و به بهانه بیماری برود به فرنگ، یعنی فرار کنه. در واقع این گزارش های چندگانه نورمن به وزیر امور خارجه بریتانیا است. جالب اینجاست که در اون هنگام دولت ایران و احمد شاه آنچنان سرسپرده و تسلیم بریتانیا بودند که احمد شاه در چند نامه و چند دیدار با نورمن خواهش میکنه از او که اجازه، یعنی پادشاه ایران هست ولی اجازه سفر او رو به خارج از وزیر امور خارجه انگلستان بگیره، یعنی لارد کرزن رو قانع کنه که احمد شاه ایران رو ترک کنه و نورمن ناچار میشه که از وزارت خارجه انگلستان بخواد که با سفر احمد شاه و تعیین جانشین برای او موافقت کنه. ببینید کار به اینجا رسیده بوده و در گزارش خودش آورده که اگر من میترسم که شاه رو نتوانم از تصمیمش درباره خروج از ایران منصرف کنم و بنابراین باید یکی از اعضای خانواده او را به جایش بنشانیم، یعنی در واقع دولت انگلستان خودش رو عملا با وجود اینکه قرارداد 1919 بسته نشده بوده ولی نعمت و ارباب برحال ایران میشه مرده. البته در همین دوران جواب میده لورد کرزن، چون خبر داشته که رویدادهایی در جریان هست، میگه به زودی یک دولت نیرومند ایرانی به سر کار خواهد آمد و شما نگران نباشید و مواظب باشید که این قراردادی که ایران میخواهد با بلشویک‌ها ببندد، چون مشیر دوله در حال مذاکره با شوروی بوده برای بستن یک قرارداد و فشار میآورند برای کنار نهادن مشیر دوله برای که این قرارداد بسته نشه، قرارداد سالیانی پس از اون قرارداد دوستی ایران و شوروی شد و او رو برکنار کردند و یکی از عوامل کودتایی، دلایل کودتا هم در واقع جلوگیری از بسته شدن این قرارداد میان ایران و شوروی بود. هفته پیش فرمودید که احمدشاه از ماجرای وقوع کودتا پیشاپیش خبر داشته، سندی هست در این زمینه؟ بله، چندین سند در این باره هست که خبر کودتا رو یا موضوع کودتا رو نه تنها با احمد شاه در میان گذاشته بودند، بلکه احمد شاه رو گول زده بودند که احمد شاه کسی باشه که
مقدمات کودتا را فراهم کنه، به این گونه که مشیر دوله برکنار می شود و سپهدار جانشین او می شود و او هم فکر می کرده که به دلیل قدرت نظامی و نقشی که در فتح تهران داشته، پس از فتح تهران به وزارت رسیده بوده، نخست وزیری رسیده بوده، همه از او پشتیبانی خواهند کرد. احمد شاه با پشتیبانی یا پیشنهاد نورمن برای حفظ امنیت در تهران همراه با سپهدار رشتی تقاضا میکنند از دولت بریتانیا که 500 نفر از قزاق‌ها رو برای امنیت تهران به سوی تهران روانه کنند. اسناد نشان میدهد که این پروژه آیرونساید بوده، یعنی آیرونساید میخواسته مجوزی قانونی برای فرستادن قزاق‌ها به سوی تهران بیابه و این رو از زبان احمدشاه و سپهدار مطرح میکنند. هنگامی که خبر به احمد شاه میرسه که به جای 500 نفر 2500 قزاق به طرف تهران روانه شدن، بسیار وحشت زده میشه و گمان میکنه که اونها آمدن که تاج از سر او بردارند. هم احمد شاه و هم نخست وزیر او کوشش میکنند از آمدن قزاقان جلوگیری کنند، ولی دیر شده بود. اونها به کرج رسیده بودند و حتی یکی دو نفر از بزرگان خود نیروی قزاق، یعنی آدمهای ظاهرا مسئولان سیاسی نیروی قزاق از طرف دولت بودند، میروند جلوی قزاق ها رو بگیرند، ولی دستور روشنی که رضا خان داشته برای حرکت به سوی تهران بوده و قزاق ها تقریبا بدون هیچ گونه مقاومتی نیمه شب وارد تهران میشوند. تنها یکی از کلانتری های تهران یه رئیس سوئدی داشته، او سخت پایبند قانون بوده و مقاومت میکنه و در این مقاومت یکی از به حال سربازان ایرانی این کلانتری همراه با دو زندانی کشته میشن، دو نفر که در زندان بودن. تنها تلفات کودتای 1299 همین 3 نفر هستند، عده هم زخمی میشن البته، ولی فقط یک نفر از سربازان کشته میشه و دو نفر که در زندان بودند بر اساس گلوله کشته میشن. ولی روی هم رفته باید گفت که بله، احمد شاه نه تنها آگاه بوده، احمد شاه رو وسیله‌ای برای تدارک قانونی و حقوقی کودتا انجام میدن. یعنی میگویند که ما با فرمان پادشاه به سوی تهران راهی شدیم و بنابراین کوشش میکنن که صورت قانونی به این بدهند و کودتا تلقی نشود. همچنین هفته پیش اشاره کردین که در دوران فرماندهی پالکونیک استروسکی بله، بر قزاق‌ها انگلیسی‌ها در پی برانداختن او و گرفتن اختیار نیروهای قزاق در دست خودشون بودند. آیا شواهد و اسنادی در این زمینه هست؟ ضمناً بعد از برکناری این شخص چه کسی پیش از رضاخان فرمانده نیروی قزاق شد و سرنوشت آخرین فرمانده روسی قزاق‌ها چه بود؟ عرض کنم که در اون دوران نامه‌ای هست از هرمن به فتح‌الله خان اکبر، نامه‌ای هست از چند نام است در واقع در این مورد و یکی از مهمترین اونها نامه‌ای است که از سوی یکی از کارکنان بلند پایه سفارت بریتانیا، البته وزارت مختار بریتانیا، در اون هنگام به دولت ایران، به فتح‌الله خان اکبر که رئیس وزیر دربار بوده نوشته شده و تقاضای ملاقات کردن با او همراه با آیرونساید و جلوگیری از پرداخت کمک مالی به همین استروسلسکی که به او پول ندهند و به این ترتیب او رو ناتوان کنند. فشار زیادی به احمد شاه می آورند و برخلاف تمایل احمد شاه که خیلی او رو دوست داشته، به شمشیر جواهرنشان طلایی هم به او داده بوده به دلیل کاری که او در رشت کرده بوده در مقابل قوای بلشویکی، او رو برکنار می کنند و با برکنار کردن او یکی از شخصیت های به هر حال نسبتا می توان گفت
سست اون زمان رو از نظر نظامی سست ناتوان رو به فرماندهی قزاق میگمارند، تنها برای اینکه دوره ای در واقع او فرماندهی قزاق رو همایون فرماندهی قزاق رو داشته باشه. و استاروسالسکی پوزش میخوام استاروسالسکی با پادرمیانی کسانی از سوی دربار با پرداخت پولی با امنیت همراه با خانوادش از ایران خارج می شود و به روسیه باز می گرده، به شوروی اون زمان باز می گرده. و شایع بود، البته گفته بودن که او سمپاتی به شوروی ها داره، در حالی که براندازی رهبر پیشین قزاقان به کمک همین شخص به بهانه این بوده که اون رهبر پیشین قزاقان با بلشویک ها پیوند داشته، که درست هم بوده، سمپاتی هایی به بلشویک ها داشته، ولی استراسالسکی نداشته و منتها با نفوذ بریتانیا مخالف بوده و میخواسته نیروی قزاق رو مستقل از بریتانیا اداره بکنه، ولی بریتانیا اون رو برمی اندازه و افسران بریتانیایی در واقع مسئولیت قزاق رو با کمک یک مسئول ایرانی در دست میگیرن و اداره میکنن تا سرانجام مسئولیت رو به رضاخان میدهن و رضاخان آخرین رئیس قزاق به شمار می آید، یعنی آخرین فرمانده قزاق در ایران رضاخان است، چون پس از فرماندهی قزاقان او ارتش نوین رو ایجاد میکنه و قزاقخانه رو تعطیل میکنه و به این ترتیب نیروی قزاق در ایران از میان می رود. آیا این درسته که پیش از کودتا یک گروه از همون قزاق ها به یاری افرادی بیرون از نیروی قزاق در اندیشه کودتا بودند در ایران؟ بله، یکی دو گزارش امروز در دست داریم، برخی از اونها، یکی از گزارش ها گزارش یکی از خبرچین های سفارت بریتانیا است که به سفارت بریتانیا گزارش داده و دیگری هم گزارشی است که یک ایرانی فراهم کرده. این گزارش ها گواه بر این است که چندین نشست میان برخی از سران امیران قزاق با آدم های بیرون از دستگاه قزاقان وجود داشته، افرادی رو معرفی کردن، افرادی رو نام بردن که این افراد میخواستن برنامه ریزی کنند برای یک نوع کودتا، برای یک نوع به اصطلاح ابتکار نظامی. آدم هایی رو که اسم آوردن محمد خان امیر تومان هست، عباس قلی خان سالار افخم میر پنجه هست، علی خان نایب یا سرهنگ هست، تقی خان سرهنگ هست، حسین قلی خان هست، نایب سرهنگ شاهزاده اعتزاد خان یاور هست، رحیم آقا سلطان و کسانی از این دست هست که اینها رو البته در همون جریان کودتای 1299 یا اندکی پیش از اون دستگیر میکنن. گروه های دیگری هم در این اندیشه بودند که بیایند و از جناهای از قزاقان استفاده بکنند و چون برای قزاقان دیگه وابستگی نه به روس‌ها داشتن، مستقل بودن نسبتاً، از اونها استفاده کنند و کودتای ترتیب بدن. اما چون ایران پول نداشته، در واقع موضوع رساندن پول به قزاقان کلیدی بوده. اصلا در اون دیداری که در قزوین پیش از حرکت قزاقان به سوی تهران میان سید ضیاء و رضاخان، رضا شاه بعدی صورت میگیره، ویژگی این دیدار در این است که سید ضیاء با یک محموله پول به قزوین میاد و این پول پرداخت نشده قزاقان بوده و به این ترتیب قزاقان خیلی نسبت به او علاقمندی و دوستی پیدا میکنن، چون ماها پول پرداخت نشده حقوق این قزاقان فقیر رو که خیلی از اونها حتی کفش به پا نداشتند یا کفش پاره به پا داشتند، با همون یک دست لباس زندگی میکردند، این پول رو انگلیسی ها اجازه نمیدادن پرداخت بشه برای اینکه اونها رو کنترل بکنند و البته وضع مالی خود انگلیس هم خراب بوده و این پول رو از طریق سید ضیاء به اونها میرسونند و به این ترتیب سید ضیاء یک اقبالی نسبت به اون در میان قزاقان به وجود میآید. البته از همین نارضایتی قزاقان و عناصری از استقلال در میان افسران و امیران قزاق و از جمله شخص خود رضاخان بعدها درباریان قاجار استفاده میکنند و رضاخان رو علیه سید ضیاء برمیانگیزند. سید ضیاء جدا از اینکه خیلی روشن و آشکار آدم انگلیس ها بوده و در پشتیبانی از قرارداد 1919 در اون روزنامه هایی که بیرون میداده رعد و برق و رعد
قلم میزده از سوی وثوق الدوله هم نماینده گفتگو با جمهوری های قفقاز بوده و چندین سفر به اونجا کرده بوده و آدمی بوده که تو همه جا به عنوان آدم انگلیس ها شناخته می شده. اما یک گرفتاری دیگر همین جوان 30 ساله داشته. خب از خانواده نجیبان اون زمان، اشراف اون زمان، به قول اونها نجیبان، از خانواده اشراف نبوده و معلوم بوده که با پشتیبانی کسانی این چنین گستاخانه فعالیت میکنه و توانایی های البته بسیار زیادی هم در زمینه روزنامه نگاری داشته و در حوزه سیاست هم این توانایی ها رو بعد از شهریور 20 دیدیم. ولی خیلی ها با او بد بودن، به ویژه یکی از چیزهایی که سید ضیاء رو آماده میکرد برای دشمنی و در واقع دشمنی برانگیز بود، این تغییر لباس دائمی او بود. نخست مؤمن بود، سپس مکلا شد و پس از اینکه باری از سفر به روسیه به ایران برگشت، دوباره مؤمن شد، دوباره مکلا شد و در آستانه کودتای 1299 رخت دینی به تن کرد و یکی دو روز پس از کودتا رخت دینی رو کنار گذاشت و پوستین می پوشید و کلاه پوستینی پوستی به سر می‌گذاشت. یعنی این تغییر لباس رو همه به حساب تغییر سیاست او می‌گذاشتند و از این بهره گرفتند و از این که نزدیک به 400 نفر از نخبگان اون زمان رو از اشراف و غیر اشراف رو دستگیر کرده بود و به کسی رحم نمی‌کرد، از این بهره گرفتند و دشمنی‌ها رو علیه او برانگیختند و رضاخان رو به سوی احمدشاه و به سوی دربار کشاندند و تشویق کردند که رضاخان نیروی غذاب رو علیه سید ضیاء بکند و سید ضیاء رو از ایران روانه خارج کردن پس از یک دوره نخست وزیری کوتاه 100 روزه. خیلی ممنون جناب آقای امینی، سپاسگزارم، موفق باشید، موفق تر در کار پژوهش. وقت دیگه ای نداریم، من به این نکته دیگه اشاره کنم. بله، میخواستم به این نکته دیگه هم اشاره کنم ولی مثل که وقت نداریم. نه وقت نداریم متاسفانه. خب فقط هفته آینده چون ما در آستانه نوروز و 29 اسفند هستیم، من یک نکته در مورد نقش چرچیل در کودتا 1299 بپردازم و سپس چون چرچیل در ماجرای نفت ایران بسیار بسیار نقش داشته، یه سری اسناد فاش نشده درباره نقش چرچیل و همچنین به خود موضوع ملی شدن صنعت نفت که 29 اسفند سالگرد تاریخی اون روز هست. بسیار عالی است. خیلی ممنون ازتون و سپاسگزار هم میهنان که به این برنامه توجه فرمودند و سپاسمند خانم غزاله کارگردان این برنامه هم هستیم. شب و روز همگی خوش.